درود بر شما یاران عشق، من وظیفه ای دارم که در مقابل محبت تک تک آدم هایی که به من لطف کردن تا اونجایی که حافظه یاری میکنه سپاسگزاری کنم. از تمامی هنرمندان تک تک به نظرم که نام بردم و تشکر کردم و در کل از همه تشکر کردم، چون واقعا نمیشه تک تک اسم برد، اصلا زمان اجازه نمیده. ولی در نهایت از تمامی حامیان این حادثه اخیر بی نهایت متشکرم و به گمانم که ادمین نازنین من مانا ماندگار تک تک پیام های من تشکرآمیز من رو پخش کرده. و این بار میخوام از سامان، امیر سامان، خواننده خوش صدای ایران و محبوب طرفداران خودش تشکر بکنم که با پیامی که دو بار پیام برای من فرستاده که پیام اولش سرشار از احساسات بود و نگرانی برای حال من و دومین پیامش این بود که به دست من تازه رسیده، البته که هنرمندی که شاهزاده رضا پهلوی مورد لطف خودش قرار بده 100% هنرمند ارزشمندی است و این اتفاق اخیر دل تو رو به درد آورده و شاهزاده عزیزمون دلجویی کرده و این بسیار ارزشمنده. روی سخنم به سامانه. سامان جان، شما رفیق امروز و دیروز من نیستی و نبودی. ما سالیان طولانیه که از هم خاطره داریم، نشستیم پاشدیم، مهرمون شامل حال هم بوده. یعنی اگر که شما یک عشقی به من دادین، من عاشقانه پذیرفتم، عاشقانه صداتو دوست داشتم، عاشقانه توی خانوادت اومدم و تو خانواده من اومدی. تو محبوب دل مادر من بودی در وهله اول و من همیشه به صدای تو و به معرفت تو افتخار میکردم. با عنوان یک هنرمند همیشه ساپورتت کردم، پشتیبانی ازت کردم و به عنوان یک فرد خانواده که عزیز دل زنده یاد مادر من بودی و همیشه دوستت می‌داشت، در لس آنجلس یه خاطره خوشگل براتون تعریف کنم. سامان جان تو هم گوش بده، که سامان با مادر خدا بیامرز من رفیق شیشتونگ بودم و چون اونم ترک بود، سامان عزیز منم ترکه، مادر خدا بیامرز منم ترکن آذریان، سامان من بودم نبودم میرفت خونه مادر من و از دستپخت مادر من خیلی دوست داشت، لذت میبرد و برای مامانم ترکی میخوند و مامانم همیشه دست نوازشش به سر سامان بود. امیر سامان دل مهربونی داره ولی یه ذره زبونش بگی نگی بعضی وقتا تلخ میشه. من اونم پذیرفتم البته، اما سامان تو خیلی خوشقلبی و خیلی هنرمندی، خیلی دوست داشتنی هستی. من به عنوان یک فرد معمولی ولی آرتیست تو رو خیلی دوستت دارم و از روزی هم که یک دونه کاست دستت بود توی لس آنجلس آمدی و آهنگای قشنگ توش بود، 6 تا آهنگ خیلی قشنگ یا 4 تا نمیدونم، از اون زمان ما با هم
رفیقیم، رفیق شدیم و پشت هم بودیم، با هم کار کردیم. در اورنج کانتی من برنامه برای سامان در کاباره که میخوندم تدارک دیدم و سامان عزیز پشت سر من کیبورد میزد، میخوند و ما روح حساب هنرمندانه هیچ وقت کنار هم نبودیم، همیشه به عنوان رفیق بودیم و سپورت کردیم همدیگر رو. و ادامش هم در شهر استانبول بود که سامان به استانبول که آمد و همسر عزیزش در استانبول همدیگر رو ملاقات کردیم، به کابره میامی آمد، قرار بود با هم در کابره میامی بخونیم که خیلی خوشحالم که این اتفاق در میامی نیفتاد و الا پول سامانم میخوردن، مثل مال پولی که از من خوردن. یه روزی در این مورد صحبت خواهم کرد که یکی از بیمرامترین آدم هایی که به عنوان ایرانی در ترکیه استانبول مثل خوره افتاد تو جون کارگر، زمینشور، آشپز، گارسون، من، موزیسیانا، همه آدمایی که جمع شدیم دور هم یه مکانی رو بسازیم که پاک و زلال باشه و همه دارای خانواده بودن و زندگی می کردیم، موزیسیان ها، خواننده ها، همشون هستن، همشون زندن خدا رو شد و میتونن فتوا بدن. پول همه رو خورد اون آقای نامحترم، اون کلاهبردار استانبول که جایز نیست اینجا هر اسمشو بیارم، ولی در این مورد صحبت خواهم کرد. بسیار بسیار شنیدنی این ماجرا. و سامان از همون موقع ملحق شد به کابره میامی و من خیلی خوشحال بودم، خودم معرفیش کردم به مسئول کابره میامی متاسفانه و ارتباط برقرار شد. سامان جان قرار شد بیان میامی بخونن، ولی از اونجایی که سامان یه مقدار باهوشتر از منه زود دست طرف رو خوند و که طرف کلاهبرداره و پول مردم خور. و همچنان من توی خونم با سامان در ارتباط بودم، بعدش با همسرش و دوستان دیگمون که از اینجا باز تشکر میکنم از حکام عزیزم که انقدر مهربون بود و با دوست دخترش کنار من بودن، به من عشق دادن، محبت کردن، فرزانه عزیزم و همسر سامان که یکی از گلهای روی زمین عاشقانه دوستش دارم و خود سامان که خونه من می آمد، من غذا می پختم، دوره هم می شستیم، می خوردیم و تو دورانی اومد توی خونه من از دبی که اومده بود که به علت اینکه پول منو خورده بودن و پول نداشتم، پول کار کرده منو، پول دستی که من گرفتن رو از من خورد اون کلاهبردار در استانبول و من بی غذا شده بودم، من غذا برای خوردن نداشتم، پول برای زندگی کردن نداشتم، چون پولم ازم گرفته بودن به طور امانت که کابره درش بسته شده، پول نداریم، 30 نفر کارگر، کارمند، نوازنده، موزیسین پشت درهای بسته موندن، یه عالمه رزروی داریم، یه عالمه خرید کردیم برای شام و مشروب و و و و و و الان به هتلی که کابره میامی در اونجا مستقره بدهکاریم، تا ندیم پول رو در رو باز نمی کنن. و شما این کار رو بکن که 30 آدم گرسنه نمونه. من تتمه پولی که دستم بود دادم به این آقا، گفتم برو به کار زندگیت برس، نذار که 30 نفر گرسنه بمونن و بیکار بشن و ضرر کنه. و هر چی که کار کردم پول شبانه منو به من ندادن، به بهانه‌های مختلف
من رو سر دووندن و گفتن الان باید پول آشپز بدیم، اگه ندیم بعد آشپز ندادیم بانو جان مادر. خب حالا امشب این پول منو بدین، بدهکارین، به من پول منو بدین. مادر جان شما مادر همه ما هستی، اگر الان ما پول شما رو بدیم بعد پول ندیم، پول نوازنده ها رو بدیم. که نمیداد، که پول آشپز نمیداد، که پول زمین شور نمیداد، که پول گارسون نمیداد، که پول خواننده ها رو نمیداد. با دعوا و مرافع و جنگ و تهدید یه عده پولشون رو گرفتن، یه عده پراکنده شدن، یه عده رفتن ایران، یه عده اونجا موندن. ده تا میکرد توی یه هتلی که پر از سوسک و موش و ساس بود، تمام تن این بچه ها رو میخورد. حرفم که بهش میزدن پول ما رو بده، بابا ما زن و بچه داریم، پول ما رو بده، گوش بده کار نبود که تهدید میکرد من شما بدون اجازه کار دارین تو استانبول کار میکنی، میدمتون دست پلیس، دست قانون، شما دیپورتتون میکنم ایران. با ایران دست داشت، نمیدونم با کجا دست داشت، نمیدونم چقدرش راست بود چقدرش دروغ، نمیدونم اصلا، نمیدونم کی راست میگفت کی دروغ. سر خدا و بنده خدا رو کلا میذاشت. و من ساده بیخبر اومدم پولم رو دادم دست این، پول شبهای کار کردم و که از ساعت 12 تا ساعت 2 بعد از نصفشم میخونم. همین آقای سامان میومد اونجا مینشست، سامان قبل از من میومد میکروفون رو میگرفت میخوند با صدای قشنگش. همین سامان عزیزم منو معرفی میکرد، میومدم تو، دست منو میگرفت میومدم تو. و همین سامان روزی که یخچال من خالی بود و من غذا نداشتم برای خوردن، سامان قلب خوش قلبش، منم چیزی بهش نگفتم، خودش انجام داده. چی دارم میام پیشه، چی برات بیارم؟ گفتم هیچی سامان، فقط من غرورم بالاتر از اینه که بگم من فلانی داری میایی برای من اینو بیار، یا میاری پولشو میگیری یا. و هر کاری کردم سامان، بسته مرغ بود، نون بود، نمیدونم کالباس بود، نمیدونم بسته تخمه مرغ، اما عیاب زواب روزانه، شایدم برای من یه هفته. سامان عزیزم با حکام نازنین، با فرزانه جان و همسر سامان به دیدن من آمدن، میخواستم منو شام ببرم بیرون، برای اینکه من در بدترین بحران زندگیم بودم، بدترین موقعیت، بی پولی، تنهایی، بی کسی، به هیچ کس هم حرفی نمیزدم، صدام در نمی اومد، نمیخواستم آبروی کسی بره، نمیخواستم که یک هموطنم رو به عنوان کلاهبردار معرفی کنم. و فقط تو مادر منی، به من تنها احترامی که میذاشت همین بود، میبرد میآورد دستم رو میگرفت کار میکرد، برای اینکه بهم احتیاج داشت، برای اینکه سالونش من و هنرمنده و خواننده های دیگه پر میکردیم، برای اینکه ایشون مهماندار دخترانی بود که از ایران میومدن و ما میخوندیم، نوازنده ها میزدن، خواننده های دیگه میخوندن، گارسون کار میکرد، نمیدونم همه در خدمتشون بودیم، ولی پول جای دیگه خرج میشد و حق ما و هنرمندا رو نمیدادن. و سامان اینو خیلی خوب میدونه. سامان من تو رو دوستت دارم، تو رفیق دیرینه منی، همیشه تو حق حرف رو زدی، این بارم حرف حق رو بزن. تو کنار من بودی؟ بله. ولی یه روزی منو برای یک مسئله دروغ و بی منطق که میدونی ام من بر نمیاد، منو تنها گذاشتی. من زمانی که شما رو به آقای علی مرشدی تلویزیون فوریوت خونه خودم معرفیت کردم و از علی جانم خواستم که سامان داره آهنگ جدیدش میاد، لطف کن، محبت کن، عشق بده
و مصاحبه بذار. رفتی آلانیا، رفتی علی جان اومد دنبالت، تو منزل خودش بودی، فیلم بردار کرد، بارها و بارها مصاحبه کرد، عشق داد. علی جان هم از همین جا زد ممنونم آقای مرشدی فور یو بانوشو، هممون به هم عشق دادیم. هرگز وقتی به کسی عشق میدی به رخش نکش، هرگز. دوست دارم، قدم نو رسیدت مبارک باشه، همسر گلتو میبوسم و دست همه رو میبوسم، مردمی که به من توجه دارن، مردمی که بهم عشق میدن ولی منت سرم نمیذارم. دوستتون دارم، با امید روزهای خوب، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.